بازی هنر افتخاری ملی و هنری ما هستند. باعث یک جسم در هنی شهر دوشنبه نادر است. او واقعا شخصیت بسیار برجسته فرهنگ ما و شما هست امروز. از زندگی خودم شکر میگویم که با چنین آدمان من در حیاتم واخوردم. فیلم با دو کاسه میزنه کو لاورا این همی لاورا Anami lavda, jango otağı başarı bulacağım. هم در صحنه های اول که وی در مسابقه های ورزشی یعنی لیاقت بلندش را نشان میدهد و هم در صحنه های جنگی که وقتی که وی با گردا خوردید گردا فرید با میخورد و هم با همراهی وی مبارزه میبرد هم در صحنه های آخر وقتی که ندانسته با رستم وی جنگ میکند و در از دست پدرش هلاک میگردند خلاصه در همه همین صحنه های سرشمار امکانیت وسیع پیدا شد که اکتور قوه فاجعه‌ای خودش را پره تجسم نموده تواند پره ظاهر کرده تواند این یکی از بازیافت های خوب صنعت کینوی تاجیکی ما می باشد که این فیلم در یک قطار کشورها صاحب جایزه ها گردید و تا الهار نشان داده می شود و آفریده این اکتور تاجیک یکی از شاه اثرهای صنعت اکتوری ما به حساب می رود میشه ایمچویف روانه شد بود در اسنای همین صحبت گفت که می دونی که بعد فیلم رستم و سهراب هاشم گدایف رو سه بار گلیوود دعوت کرده است بی سنجیش بعد همین فیلم بی سنجیش هاشم گدایف را از تمام شوروی فقط هاشم گدایف را دعوت کرده است به کدام یک فیلمشان ولی افسوس که همون سالای شوروی خوب مسکو اجازت نداده است او واقعا شخصیت بسیار برجسته فرهنگ ما و شما هست امروز در ردیف وی شاید خیلی کم نفرا نام گرفته شوند و ولی متاسفانه جامعه ما او را نشناخته است به طریق باید و شاید حاتم گدایف دهم می سال 1937 در شهر کولاب در آیله دهقان تولد یافته است هزار تأسف که مادرشان خیلی بر محل چشم از عالم پوشیدند و پدرشان عروس نو را به خانه آوردند مادر اندر چندان به دو پسرچه‌ای که از همسر اول باقی ماندگی بود چندان نگاه بین نمی کرد و گفتن ممکن هاشم جان ایام بچگی را خیلی وزنین از سر گذرانید بعد میرم با دنبی پاداده ولی بگیم که چی تری سرگی نگاه میچیند برای سرگین چینده آوردن در تغاره میشین در تغاره میشین میوارد طور سرشته خیلی سر لد میخره در میکنه ایلتای خیلی یک تا گردانو کرده بود میگیم امتاری طور سرشته برای موندن هم همو پولی همو وقتی خیزنی و همو تپکوی کدگیش ایسوس رفته والا سفید خرید با میشیشتا که نه خیلی والا سفید دا لینگوش
تنگ میکرد برده سوارکه کرد بار رول شد سیدنش بلند ورداشت استر نظر به ما دیگه خیلی دنیا داشت انا امی خیلی میگم میگم در اون بریم خدای بود که میفتیم که امی آدم قطیم بود امی چکلی که برگر در رامه قطیم آدم قطیم برگر دیگر چی نمیشن انا افتادی رفت آمدن میکرد یه خیلی بود نیکی دانشش در باره انتظامش در باره اقل فرسادش ایوه خیلی فرق داشت داشت تازه بود همین طور این جوان سنف ده را تمام میکند و سال 1956 به دوشنبه می آید و در گروهی که برای خواندن و مسکو فرستاده می شدند و قبول می شود و 5 سال در مسکو در دانشگاه دولتی صنعت تئاتری تحصیل می کند بعد 5 سال از یک جوان قامت بلندی کویستانی هاشم گدایف آیسته آیسته یک جوانی با معرفت یک جوانی با مدنی پیدا شد که و اکنون قاعده قانونهای تئاتر را میدانست و در آفریدن اوبراز و جستجوهای تازه به دست آورده و کامیابی ها نائل گشته میتوانست امروز به مثل هاشم گدایف به فکر من در جمهوری چونین یک ستاره تئاتر نداریم گویم هم خطا نمیکنم این هم کارگردانی بزرگ هم اکتیار خیلی بزرگ است من میفخرم که با این مرد در سرزمین تاجک همراه قدم میزنم و از هنری والای او به همتا خرسندم چون اکتیار خیلی بهترین اکتیار یک سیمای خوب دارد رفتار خوب دارد چطوری که روسا میگویند پلاستیچنی اکتیار هاشم گدایف گلی سبت اهل صنعت تاجیکان است من فکر میکنم که شخصی نمیدانستگی یا ندیدگی در جمهوری ما نیست خصوصا نام هاشم این اصلا هنر است و نام هاشم گدا این آدمی که تمام عمر در تکاپوی جستجوی صنعت است وقت و ساعت این سپکتکل آمد و تئاتری به نام لاوتی سپکتکل شاه ادیب را در صحنه نشان داد کارگردان این سپکتکل خود هاشم گدایف بودن خود هاشم گدایف از بس که کارگردان بودن اون کس نه تنها در صنعت اکتیاری بلکه در صنعت ریژیسیاری هم قوه آزمایی مینه بودن یک چند نمایش ها را تهیه کردگی بودن و ادیب البته یکی از شاهکاری های این کارگردان و ریژیسیار هاشم گدایف می باشد هر خل آهنگ های دینی که در این پیسه وجود داشت آنها اندک اختصار یافتند و خط اساسی سوژه از این اختصار یابی ها هیچ ضرر ندیده است لیکن سپکتکل از جانب کارگردان بسیار عالی جناب تهیه یافت اولا اینکه همه هیئت اجرایی تئاتر بلامی لاهوتی در این سپکتکل اشتراک کردند و بازیافت های بسیار عجایب بود بغیر از آنکه صحنه اساسی گاه گاه چرخ می زند باز هاشم گدایف در پیش صحنه یک مثل آسیاب یک چرخه ساخت که قهرمان ها قریب همه اشان در همین چرخ گاه گاه می افتند می غلطند و گویا که بدبختی خودشان را می آزمایند می سنجند من در سپکتکل شاهدیم یک فلسفه جهانی شدم که یعنی آدم گناه نکند گناه کنی اگر از ریشه به ریشه میگذرد فلسفه شمید است که پدر گناه میکند پ-
پدر گناه میکند، گناه پدر با پسر میگذارد، پسر گناه و باید یکون کس جواب دهد. واقعا خلاصه جوابگر پسر میفهمد که گناهگار وای است و چشمش نابینا میکند و همین خاطر به مردم اگر شما صحنه بده باشد شاه جهان میبرد بالا با و در آخر وای ما به چهار گرفتار میکنم. وقتی که ایدیپ تماشا کردم، یعنی ایدیپ تمام شد و بعد من 3 روز به خود نیامدم. هر بار که من چشمام میپوشم برای اینکه غنب کنم، یعنی برای پیش از خواب رفتن، و همه زمان مثلا استاد هاشم گدا با همون جذبه یعنی شاهی یونان مثلا پیدا میشد و این عصای بزرگ در دست، یعنی این 3 روز مرا کاملا تعقیب کرد و من به خود نامدم. آدمایی که اهل فهم هستند شیداش هستند، واقعا او درویش عقل و خرد است. البته نه همه وقت خاراکتر او را ما عامیانه قبول کرده می توانیم. ایجادکار همه وقت ناتکرار است، همه وقت ناتکرار است و اون رفتار و این چیزی که مثلا او می کند نه همه وقت ما انتظارش هستیم، ولی او شخصیت است. تاجیکستان خیلی کم از این شخصیت ها دارد. جنون صحنه است، این جنون اثرهای بهترین کلاسیکان جهانی است. این جنون صنعتکار بود که جنون باشد، دیگر خیلی شدنش هم ممکن نیست. وای فکرای عجایب دارد. سونی همین فراموش نکنید که وای رسام هم است، وای سکلوب تو بعد چیزاشو می آورد معلم یک بینید گفته. همین فل گپو بسیار می شنوام. جنونی من با کسب خودم، یکی از بهترین ابرازهای من رول دیوانه است. اسپکتاکل شب گرفتن ما، اسپکتاکل نویسنده مصطفی کریم، همین رول با من تمام پسیخالوگی دیوانه رو آموختم. می رفتم دیوانه خانه می کختم، از اون کس همینجا برابده می گویم که این دیوانه خانه چکار می کنند. می کختم، رولا می کختم. پوشکین آدمی خیردمند و تمام دنیا و بزرگ می گوید. و اگر شما یادتون باشد جوره جانی و آدمی که عقیده رو دوست می داشت این چدای بود، ولی در زمان خودش چدای رو زمانی همون زمان همون قدیم و پوچو اعلان که دیوان اعلان کرد. سبب دیوانه اعلان کردن برای که باید حقیقت می گفت، راست می گفت، برای که آن رو آدم رو برای که عیدار کنن و عبروش ریزانن و یا دیوانه خانه می بردن یا دیوانه اعلان می کردن. برای همین اگر کسی که خواهد که این سوال را شفرو کشد خواهد، ریشش همی جوازد. هر کسی که فیلمی کشف اسرار دیده باشد، یکیتی قامت بلند به نهایت نورانی هاشم گدایف را هیچ از خاطر فراموش نمی کنند. دویم ابرازی یعنی تماما در خاطری تماشابین ها ماندنی، این فیلم زن از دیار دور، ابرازی صدرالدین. با همین من گفتنی هستم که هاشم گدایف هم به سینما خدمت به نهایت کلان کردگی. در ازبکستان یک فیلمی را بنوار گرفتند و منم به حیث یکی از بازیگرای اساسی دعوت شدم، رفتیم. بعد یک مردک پهلوان جوسه آمد و اونا جوشن می پوشندن. بعد همون جوشن می کشن، یکیش میگه می داره حاضر جوشن، یکیش میگه نمی داره کشین، و می خوان که در تنش از پایان لباس غفص پوشاندین، همون در تنش باید پوشونن، و هر چند زور میزنن همون جوشن راست نمیگیره، و یک زنک به اصرار میگه که کشین کشین، دیگراش میگن میداره همین جوشن هاست میداره این، وای میگه نمیداره، اینا میگه میداره. بعد وای میگه که تا
تنها در بدن هاشم گدا میداره این چیز اگر میداره و دیگر نمیداره. و منی که خیلی ناراحتم در یک کنج سازی مثل غریب برینده چون که همه را نمیشنسی حالتم خوب نبود، من در اندیشه هم کیم کجا. اما وقتی که مثلا ذکری نامی هاشم گدا در میان آمد و فقط میتونه هاشم گدا این جفشنه در رانه و نخواست در همون بیچارگیم به غرور تبدیل شد، من خودم نفهمیده دیدم که قامت من راست کردم. هاشم گدا را شما مثل یک هنرپیشه از مملکت دیگه میدونین اما من هم وطنی وی است. هر دفعه که به چشمای قهرمانای استاد نگاه میکنی همیشه کدام یک درد است، اندیشه است. من میگفتم که نگاه حملتانه دارد مثل شکسپیر، قهرمان شکسپیر. او همه وقت در جستجوی گفتن کدام یک جوهری، کدام یک حکمتی هست. هاشم گدایف یکی از اکتورهای فاجعوی زبردست ما به شمار می آیند که اون کس هم در تئاتر و هم در کینو بسیار ابرازهای درخشان آفریدن و افسوس که سالهای آخر اون کس با کارهای ایجادی تئاتر کم مشغول هستند و شاید در آینده باز تماشابین ما را شاد گردانده توانند. اسپکتاکل سپارتاک صحنه رو اگر میدید، من برای آدمیزاد رو با صلح با برادری دعوت کردن با حسین نشان دادم، با حسین امین نموش نشان دادم. با واسطه اسپکتاکل سپارتاک خواستم دردم رو بگم. نقشه اولا نقشه بدری بود، فیلم فیلمی بدری میشه که متاسفانه بعد با خوردن با استاد ما فهمیدیم که بسیار دشوار است. مرزا غروبک آتون دیده کمیم؟ اما گنج ملت است. درست. اگر معقول نشود سینارتون ایخافوتو ابرو سرتون بپاسون. ای موسرکا اکتور بلیچایش اصل بیست ویسیاگا شوک کشمان.